گزارش احمد شهید به کمیته سوم مجمع عمومی. موج اعدام‌ها در ایران نگران کننده است. اد رویس: حقوق بشر در زمان ریاست جمهوری روحانی به شکل عمیقی نقض می شود. دولت اوباما باید موارد نقض حقوق بشر در ایران را همزمان با مذاکرات اتمی مد نظر داشته باشد. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه رژیم: تا کنون هیچ توافقی در هیچ موضوعی با 5+1 نشده است. از خطوط قرمز هسته‌ای نظام عبور نمی کنیم. احمد داوودوغلو خواستار یک استراتژی جامع برای نبرد در سوریه شد. او بار دیگر بر تقویت و تجهیز ارتش آزادی و برکناری بشار اسد تاکید کرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت آنکارا خواهان این است که اگر نیروهای داعش در شهر کوبانی شکست بخورند، ارتش آزادی سوریه این شهر مرزی را در کنترل خود داشته باشد. داوودوغلو که با شبکه جهانی تلویزیون بی بی سی مصاحبه می کرد، خواهان یک استراتژی جامع با آمریکا به منظور تجهیز و آموزش ارتش آزادی سوریه و برکناری بشار اسد از قدرت شد. او اشاره کرد تنها در صورتی که چنین استراتژی پیگیری شود، ترکیه پایگاه‌های هوایی و دیگر تأسیساتش را در اختیار ائتلاف بین‌المللی برای جنگ با داعش قرار خواهد داد. احمد داوودوغلو گفت آمریکا باید ارتش آزادی سوریه را تجهیز و آموزش دهد تا اینکه اگر داعش کوبانی را ترک کرد، رژیم بشار اسد برنگردد. نخست وزیر ترکیه گفت تنها در صورتی که ما درک و فهم مشترکی در مورد یک سوریه کثرت‌گرا و دموکراتیک داشته باشیم، آنکارا آماده خواهد بود که ائتلاف به رهبری آمریکا از تأسیساتی مانند پایگاه انجلیک برای حملاتش علیه داعش استفاده نماید. انتظار می‌رود یک گروه از پیشمرگان از شمال عراق همراه با نیروهای کمکی از ارتش آزادی سوریه برای تقویت دفاع کوبانی در روزهای آینده از راه ترانزیت ترکیه به این شهر اعزام شوند. تحول تاریخی که در تونس رخ داد مورد بحث و بررسی محافل سیاسی و مطبوعاتی است. حزب ندای تونس که بعد از انتخابات مجلس مؤسسان تونس متولد شد و بر اساس جدایی دین از دولت فعالیت خود را ادامه داد، پیروز انتخابات پارلمانی تونس گردید. طیب بکوش دبیر کل این حزب میگوید مردم تونس خواهان تغییر هستند. تغییری که ما میخواهیم آن را محقق کنیم. حزب النهضه که اکثریت پارلمان را از دست داد، با 10 کرسی کمتر در مقام دوم قرار گرفت. هواداران حزب النهضه که خود را برای جشن پایکوبی آماده کرده بودند، از پیروزی حزب ندا شوکه شدند. ولی رهبری این حزب راشد القنوشی روش دیگری اتخاذ کرد. او به نتیجه انتخابات سلام کرد و بر اساس فرهنگ احزاب سنتی ریشه دار به حزب رقیب پیروزی را تبریک گفت. سخنگوی حزب النهضه تونس گفت به اراده مردم احترام می‌گذاریم و مانعی ایجاد نمی‌کنیم. برخی می‌گویند با توجه به نتیجه انتخابات احتمال تشکیل دولت وحدت ملی وجود دارد، چرا که هیچ حزبی اکثریت مطلق را ندارد. به این ترتیب کشور تونس وارد یک دوران جدید شد. هل ان الاسلاميين مهيئون للحكم ام و اکنون گزارشی از تلویزیون فرانسه 24 از انتخابات تونس و پیامدهای آن. در انتخابات تونس، حزب ندای تونس که حزبی غیر مذهبی و مبتنی بر جدای دین از دولت است، جلودار شد. بعد از آن، حزب النهضه تونس قرار گرفت. این حزب پیشاپیش به رقیب خود به خاطر این موفقیت و به مردم تونس به خاطر گذار دموکراتیک تبریک گفت. راشد القنوشی رهبر حزب النهضه گفت ما به خاطر این پیروزی دموکراتیک به تونس تبریک میگوییم. با این وصف تونس در زمره کشورهای عرب در موضع جلودار قرار میگیرد و تونس چراغ امید برای کل جهان میشود. ما به خودمان
به خاطر این پیروزی تبریک میگوییم. حزب ندای تونس خواستار یک دولت وحدت ملی شده است. هرچه این ائتلاف بزرگتر باشد، نشان خواهد داد که میتوان بدون احزاب مذهبی هم دولتی در تونس تشکیل داد. رهبر حزب ندای تونس گفت حتما یک ائتلاف تشکیل خواهد داد. ما پیشاپیش گفته ایم حتی اگر اکثریت مطلق هم به دست آوریم، ائتلاف تشکیل خواهیم داد و با دیگران وحدت خواهیم کرد. ساختار جدید دولت اندونزی با 8 وزیر زن گامی به سوی تغییر در این کشور بزرگ اسلامی است. در حضور رئیس جمهور اندونزی و معاون او، وزرای دولت در کاخ ریاست جمهوری در جاکارتا ادای سوگند کردند. ساختار جدید شورای وزیران نشان دهنده کاهش چشمگیر احزاب سنتی بود. دولت اندونزی بیشترین تعداد وزرای زن را در تاریخ جدید خود به این دولت اضافه کرده است. چهره جدید حکومت اندونزی بعد از چندین سال تغییر کرده است. امروز حزب ندا برای دموکراسی که مگاواتی سوکارنو پوتری رهبریش را به عهده دارد، با 3 حزب دیگر همپیمان شده و در صدر قرار گرفته است. احزاب مذهبی از 11 منصب وزارتی که داشتند، تنها به 4 منصب دست یافتند. همچنین حزب گلکار که در دولت‌های سابق نزدیک به 50 سال حضور داشت، در صحنه حضور ندارد. صالح حسین وزیر صنایع اندونزی میگوید به حزب گلکار که تصمیم گرفت نیروی توازن باشد احترام میگذاریم. دوستی من را با آنها حفظ میکنیم و ارتباطات خوب من را با آنها ادامه میدهیم. موضوع برجسته در این دولت این است که برخلاف انتظار تنها 2 ژنرال نظامی در آن وجود دارد که یکی از آنها وزیر دفاع است. ساختار جدید دولت همچنین بیشترین تعداد زنان را در تاریخ سیاسی اندونزی به خود دیده است. 8 زن در مناصب وزارت قرار گرفتند و یکی از آنها منصب وزارت کشور را به عهده دارد. 7 زن دیگر در مناصب توسعه انسانی و امور اجتماعی، شرکت‌های دولتی، بهداشت، محیط زیست، جنگل‌ها و دریا به وزارت رسیدند. این پیشرفتی مثبت در مسیر دموکراسی در اندونزی و گامی در مسیر مبارزه زنان است. زنان صاحب صلاحیت زیادی هستند که می توانند در ساختن کشور سهیم شوند. اعتراضات دموکراسی خواهان در هنگ کنگ یک ماه شد. دانشجویان می گویند اگرچه با چالش‌های مختلفی روبرو هستند، اما تسلیم نمی‌شوند. با گذشت یک ماه از اعتراضات دموکراسی خواهان در هنگ کنگ، دانشجویان دنبال تدابیر جدیدی برای ادامه این جنبش هستند. این اعتراضات توسط دانشجویان در مخالفت با تصمیم دولت چین به تعیین نامزدهای انتخابات سال 2017 این منطقه آغاز شد و با وجود درگیری با نیروهای پلیس همچنان ادامه دارد. از همین رو به مناسبت یک ماهگی این اعتراضات، رهبران جنبش در فراخوانی از هواداران آن خواسته اند تا در تظاهراتی گسترده شرکت کنند و برای مقابله با گاز اشک‌آور و گاز فلفل پلیس ماسک به همراه داشته باشند. در حالی که گفتگوهای هفته گذشته بین نمایندگان دانشجویان و مقامات دولتی راه به جایی نبرد، معترضان میگویند به جنبش خود ادامه میدهند. دولت چین با انواع ترفندها قصد ایجاد اختلاف و شکاف در صفوف این جنبش دارد. اما این ترفندها با هوشیاری و پایداری دانشجویان تاکنون به شکست کشیده شده است. دانشجویان میگویند دولت تحت کنترل چین ما را بین ادامه جنبش و مقاومت و تسلیم مخیر کرده است، ولی ما تسلیم نمی‌شویم. Hong Kong's chief of police said his officers had been The vessel's name Independence. لیتوانی این روزها را جشن گرفته است، چرا که از وابستگی به گاز روسیه رها شده. لیتوانی نخستین جمهوری استقلال یافته از شوروی سابق است که رهایی از وابستگی به گاز روسیه را جشن گرفت.
رئیس جمهوری لیتوانی که در مراسم جشن خودکفایی کشورش از گاز روسیه شرکت داشت گفت هیچ کس نمیتواند به خاطر گاز بهای سیاسی را به لیتوانی تحمیل کند. اشاره او به فشارهای روسیه به دولت هوادار اوکراین است. پس از 3 سال و صرف 128 میلیون دلار، یک کشتی موسوم به استقلال، خودکفایی لیتوانی از گاز روسیه را برای این کشور به ارمغان می آورد. این کشتی 294 متری ساخت کره جنوبی با ظرفیت 170 هزار متر مکعب گاز مایع و به مدت 10 سال در اجاره نروژ خواهد بود. پس از پایان مهلت قرارداد این کشور با شرکت گازپروم روسیه در پایان سال آینده میلادی، کشتی استقلال به لیتوانی امکان می‌دهد تا سالانه به میزان 4 میلیون متر مکعب گاز را از نروژ وارد کند. به این شیوه میتوان دیگر کشورهای حوزه بالتیک یعنی استونی و لتونی را هم از وابستگی به گاز روسیه رها کرد. لیتوانی در حالی از بی‌نیازی خود به گاز روسیه خبر می‌دهد که اروپا در آستانه فصل سرما نگران آینده تأمین گاز مورد نیاز است. جایزه نوبل اقتصاد سال 2014 میلادی به ژان تیرول پژوهشگر فرانسوی اهدا شد. اهدای این جایزه به او مانند انفجار بمبی در میان دانشجویان مدرسه اقتصادی تولوز در جنوب غربی فرانسه بود که ژان تیرول ریاست آن را بر عهده دارد. بخشی از مصاحبه اختصاصی وی با یورو نیوز را می‌بینیم. یورو نیوز هیئت داوران نوبل این جایزه را به خاطر کارهایتان درباره قدرت بازار و تنظیم مقررات به شما اهدا کرده است. لطفاً با یکی دو مثال بگویید که این مفاهیم به چه معناست. ژان تیرول به معنای کارآمدتر کردن بازارهاست، به خاطر اینکه نمیتوانیم مبادله آزاد در تمام بازارها داشته باشیم. بعضی بازارها رقابتی نیستند و مشکلاتی در آنها وجود دارد، به خاطر اینکه شرکت‌های اندکی آنجا حضور دارند. همیشه بخش‌هایی در اقتصاد هست که در آنجا شرکت‌ها و کسب و کارهای نسبتاً اندکی حضور دارند. مثلا شبکه انتقال برق. نمیتوانیم 15 شبکه انتقال برق در فرانسه داشته باشیم. همیشه یک شبکه خواهد بود. همچنین چیزی وجود دارد که قدرت بازار نامیده میشود. یعنی شرکت‌ها و کسب و کارها میتوانند قدرتشان را در بازار نشان دهند و قیمت‌ها را برای مصرف کننده ها افزایش دهند. در نتیجه باید بر شرکت‌ها نظارت کنیم. بعضی مواقع باید دخالت کرد، اما بدون آسیب زدن به پویایی بخش‌های مختلف اقتصادی. یورو نیوز. شما عضو شورای تحلیلگران اقتصادی هستید و به همراه همکاران اقتصاددان خود پیشنهادها و نظراتی را درباره موضوعات متفاوت اقتصادی برای نخست وزیری فرانسه فراهم می‌کنید. آیا نظرات شما شنیده شده و آیا مشاوره ها و پیشنهادهای شما در عمل به کار گرفته شده؟ ژان تیرول: بعضی وقتها به کار گرفته شده، اما روند امور بسیار کند است که البته کمی طبیعی است. می‌دانید که کینز گفته سیاستمداران اغلب به اقتصاددانانی گوش دادند که مرده‌اند و حتی نامشان را نمی‌دانند. شاید کمی اغراق‌آمیز باشد، اما واقعیت این است که به کار گرفته شدن ایده‌ها زمان زیادی می‌گیرد، به ویژه در عرصه سیاست که موضوعات حساسیت زیادی دارند. مثلا واضح است که اصلاحات در بازار کار نگرانی‌های زیادی ایجاد می‌کند که برای بسیاری طبیعی است. عملی کردن ایده‌ها خیلی دشوار است، اما واقعیت اینطور است. این موضوع در حوزه سیاسی دشوار است، به خاطر اینکه افکار عمومی قضاوت می‌کند. دیوید کامرون خواهان ایجاد تغییرات اساسی در اتحادیه اروپا شد. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان در پارلمان این کشور بار دیگر مخالفت خود را با پرداخت مبلغ 2,100,000,000 یورو به کمیسیون اروپا اعلام کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. او تأکید کرد حتی مهلتی که برای پرداخت این مبلغ تعیین شده است پذیرفتنی نیست. کامرون در حضور نمایندگان پارلمان گفت اتحادیه اروپا باید تغییر کند و باید دوباره اعتماد اعضا را به دست آورد.
و این کار با درک و احترام به این واقعیت آغاز می شود که این پولهایی که پرداخت می شود مالیات درآمدی است که شهروندان آن را به سختی به دست آوردند. این یکی از چالش هایی است که در مبارزه طولانی برای ایجاد اصلاحات بنیادین در اتحادیه اروپا باید به آن پرداخت. بودجه اتحادیه اروپا توسط اعضای آن و بر اساس میزان تولید ناخالص داخلیشان تامین می شود. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که پس از بررسی میزان تولید ناخالص داخلی انگلستان و درآمدهای سالیانه این کشور به این نتیجه رسیده که انگلستان باید تا 3 هفته دیگر مبلغ 2,100,000,000 یورو به این اتحادیه پرداخت کند. رقمی که اعتراض رئیس دولت این کشور را به همراه داشته است. لندن حاضر به پرداخت این رقم نیست و بروکسل نیز در مقابل انگلیس را تهدید به جریمه کرده است. ناسا می گوید مشکلی برای ایستگاه فضایی بین المللی ایجاد نمی شود. بعد از انفجار سفینه‌ای که عازم ایستگاه فضایی بین المللی بود، ناسا به تشریح این واقعه پرداخت و اطمینان داد که مشکلی برای سرنشینان این ایستگاه ایجاد نمی شود. مدیر برنامه های ایستگاه فضایی بین المللی گفت دارو و غذای کافی در ایستگاه فضایی بین المللی وجود دارد. ما شرایط ایستگاه را به نحوی مدیریت می کنیم که در صورت بروز چنین حوادثی مشکلی پیش نیاید. میزان تدارکات ما در ایستگاه فضایی برای 4 تا 6 ماه کافی است. بنابراین حتی اگر سفینه دیگری به سمت این مرکز فرستاده نشود، ذخایر امروز جوابگوی اعضای ایستگاه تا پایان سال خواهد بود. این سفینه بی‌سرنشین بود و 6 ثانیه پس از پرتاب منفجر شد. سران برخی کشورهای جهان در ادامه برنامه‌های بزرگداشت 100مین سال وقوع جنگ جهانی اول در مراسم گرامیداشت نبردهای بزرگ در منطقه فلان شرکت کردند. ده‌ها تن از مقام‌های سیاسی آلمان، هلند، بلژیک و مجارستان در شهر ایف بلژیک گرد هم آمدند. منطقه فلان بلژیک طی سال‌های 1914 تا 1918 میلادی شاهد درگیری‌های خونینی بود که در نهایت منجر به مرگ 500,000 نفر شد. مراسم در منطقه‌ای برگزار شد که 100 سال پیش ارتش بلژیک منطقه بزرگی را زیر آب برد تا بتواند مانع از پیشروی سربازان آلمانی شود. در رقابت‌های جام اتحادیه انگلستان، چلسی با شروزبریتان به میدان رفت و به سختی از پس حریف گمنام خود برآمد. بعد از اینکه نیمه نخست بدون گل سپری شد، دیدیه دروگبا 36 ساله روی پاس محمد صالح لندنی‌ها را صاحب گل کرد. آندرو مانگان در دقیقه 77 بازی را به تساوی کشاند و در نهایت گراندیسون به اشتباه به خودی گل زد تا صدرنشین پریمیر لیگ راهی 1/4 پایانی شود. در رقابت‌های جام حذفی آلمان، بروسیا دورتموند با تیم دست دومی سامپاولی به میدان رفت و با 3 گل به برتری دست پیدا کرد. دورتموند در دقیقه 32 با گل چیرو ایموبیله 1-0 پیش افتاد. در دقیقه 44 این بار ایموبیله سازنده شد و مارکو رویس گلزنی کرد. شینجی کاگاوا هم در دقیقه 5 پایانی تیمش را 3 گله کرد و دورتموند را به مرحله 1/8 پایانی فرستاد. در جریان رد کاندیدای پیشنهادی آخوند روحانی برای وزارت علوم، عثمانی عضو مجلس ارتجا گفت اگر پاسدارهای گذشته را هم قبول نداشته باشیم، دیگر چه کسی را در این مملکت قبول داریم؟ به هشدار داد عده‌ای در مجلس کمر همت بستند که دولت روحانی را زمین بزنند.